Heart-wrenching to watch or hear what's going on in the Ukraine. On behalf of the Ukrainian refugees and the most vulnerable, we invite you to join this noble cause where God has placed his heart on. Persian worshippers of Christ Iranian Church, which we have Pastor Rasul and his wife, Ms. Lobre, with us for their child. Iranian, Persians, Assyrians, Koreans, Ukrainians, and very soon the whole world. داریم به همین دلیلی که برای صلح تو بر روی زمین آمدی و جان قدوس خود رو روی صلیب دادی تا انسان گمشده رو با خدای پدر صلح بدی و انسان گمشده رو با خودش و خانواده و خلق خدا صلح بدی. اینک از تو میخواییم که تو حافظ کشور اوکراین و مردم اوکراین باشی. مردمان جهان در نام پرجلال تو متحد شده برای ملکوت تو تا هر آنچه که تو با فیضت در ما شروع کردی بتوانیم اراده تو رو نیز انجام بدیم در مسیر صلح و عشق و محبت و دعای ما رو اجابت کن تحت پوشش نام خداوندمون عیسی مسیح. آمین. هستیم همون گونه که آگاه هستید، شرایط ایران بسیار موقعیت بد اقتصادی خودش رو داره، بسیار موقعیت بد ناامنی خودش رو داره و بسیار موقعیت بد سیاسی خودش رو داره، به خاطر اینکه حاکمین اسلامی در طول این 1400 سال بالاخره به نوعی نماد حقیقی خودشون رو نشون دادن که غیر از ظلمت و فساد و فقر نمیتوانن کار دیگه بکنن. عزیزان سال 1390 دلار 1000 تومان بود، الان حدود 30000 تومان، چون 1680 تومان بود امروز. عزیزان رئیس جمهور یا هیئت دولت در زمان روحانی همین حرفو میزد، اما آقای رئیسی هم همین حرفو میزد. بله. تخم مرغ گران میشه، نان گران میشه، کره گران میشه، لبنیات گران میشه. حتی میترسم بنزینو گران کنم. بدونید عزیزان همین الان هم دولت ایران داره هر دو لیتر بنزین رو در تنگه هرمز از امارات یک دلار میخره. دوستان عزیزان من، 4.5 میلیون تومان اداره کار به آدم ها نمیده. با این پول شما چه میتوانید تهیه کنید؟ بله. خرید یه نون بگت عادی در ابعاد متوسط شده 5000 تومان کوچیک. بله. نون بگت بزرگ که ساندویچ ها رو در تهران در این ابعاد رسون، قیمت نون بگت 8000. دوستان مردم ندارن فلافل رو. من امروز حالا توییتر تو شاید به طنز بود ولی کم کم داری جدی میشه، در خیلی از جا ساندویچ رو در نون لواش میپیچن. عزیزان در استان زنجان کارت نان دارن به مردم میدن. عزیزان نتیجه جنگیدن در سوریه و عراق و لبنان و خصوصا امروز در سوریه و یمن، این دوتا جنگ فعال دیگه دارید میبینید. عزیزان ظرف 4.5 5 سال ابعاد تورم به جای رسیده که مردم غذا برای خوردن ندارن. پول ما نسبت به دلار 8.5 برابر بی ارزش شده. سفره مردم بسیار کوچکتر شده. 85% صنایع مادر ایران ورشکستند. عزیزان بدانید که پولی که قراره غذا بشه بره توی شکم زن و بچه شما، خانواده شما، داره فشنگ میشه، مهمات میشه، میره توی یمن، میره توی معرب، میره تو سوریه، تو شمال ادلب،
میره تو جنوب لبنان و میره تو عراق مرکزی، باش آدم میکشن. اینجوری هر روز ما فقیرتر میشیم. از یه جایی به بعد روند ونزوئلایی شدن دیگه نیست که بگیم اقتصاد نابود میشه، اقتصاد نابود میشه. از یه جایی مردم دیگه به سطوح میان، تعریف دولت ملت دچار فروپاشی میشه. دوستان من نگاه کنید که رشد اقتصاد ایران 12 سال منفیه. رشد اقتصاد میدونید 12 سال منفی یعنی چی؟ شاه سال 62 1962 تا حدود 74 رشد اقتصادش دورقمی بود. اون موقعی که میگن زمان خوبه قبل از انقلاب همین دورانه میگن، 62 تا 1973 زمان پدرای من و شما. الان 12 سال از 1388 تا الان رشد اقتصاد ایران منفیه. یعنی هیچ دیوانه ای از خارج نمیاد یه دلار داخل ایران سرمایه گذاری کنه. یعنی هیچ کسی به ما پول نمیده برای سرمایه گذاری، کسی نفت ما رو نمیخره جز چین. سویفت بسته است و بار تورم، بار تحریم مستقیم رو دوش مردمه. عزیزانی که من معتقدم سپاه باید تحریم بشه، هنوزم اعتقاد دارم، ولی متاسفانه سپاه بار تحریم رو دوش خودش نگه نمیداره. آقای قالیباف که میره سیسمونی گیت درست میکنه، 20 تا چمدون سیسمونی میخوره برای پسرش، برای ببخشید برای دامادش و دخترش. ولی خودتون ببینید که مردم ما تکه نان ندارن بخورن. عزیزان حدود 40%، حالا 35-40% مردم ایران روزی 1 دلار درآمد ندارن. یعنی یه خانواده 4 نفری روزی 1 دلار چوشه روزی 4 دلار درآمدشون نیست. یعنی در ماه 120 دلار ندارن. 120 دلار میشه حدوداً 3.5 میلیون، 3600. اینو ندارن. بله. در این خانواده 4 نفری. این خط فقر مطلقه. وقتی خط فقر اینجا برسه مطمئن باشی که فحشا هم به اوج میرسه. میکنم. سپاسگزار میشم که بفرمایید در این شرایط مردم باید چگونه عمل کنن تا دلیل آزادی سرزمین عزیزمون از این موقعیت بد بشه. اون تنها مسئله که الان خیلی اهمیت داره که مردم دیگه دروغ‌های این سیستم رو باور نکنه. بله. چون که باور دروغ‌های این سیستم تا امروز این وضع رو به اینجا رسونده. بله. و این که رژیم الان میاد میگه من یارانه اینم 300 هزار تومانی، 400 هزار تومانی از این چیزا میخوام بدم، ببین بهونه‌ای که اصلا بی‌معنیه در مقابل اون گرانی‌ها، چون حتی با 300 یا 400 هزار تومان الان میشه فقط چند تا دونه نون، 10 تا دونه نون گرفت تا آخر ماه. بله متاسف. پس این باور نکردن به سخنان اینا و اینکه اگه اون کسایی که هنوز میتونن بیان به میدون و کنار هم قرار بگیرن و حرکت یا سازمان بدن که مثل همین کسایی که کف خیابون اومدن نشستن و میگوین داد میزنن که ما نان نداریم، دزدی دیگه بسه، خیانت بسه و نمیخوان که دیگه این شرایط باشد، بتونن کنار همدیگه بیان و تجمعهای چند صد نفره یا چند ده نفره یا چند هزار نفره به تظاهرات چند ده هزار نفره و بیشتر گسترش پیدا کنه. یکی از راهش اینه که همه رسانه ها روی این موضوع فوکوس کنن و این موضوع رو دائما کار کنن و به گوش و اطلاع مردم برسونن. درست. و خود مردم هم اونایی که دیگه راهی ندارن، همونطور که شما گفتی طبقه متوسط هم که این رژیم در هم پاشانده، مجبوره که الان دیگه خاطر اینکه خودش هم موقعیتش هر روز داره بدتر میشه بیاد در این اعتراضات شرکت کنن و اعتصابات که از اعتراضات مهمتره به کارگرای نفت و گاز و پتروشیمی همین قبل از اول ماه مه تا بعد از اول ماه مه هفتهی شاید 10 روزی ادامه دادند برای مسائل کمبود حقوقیشون، اینها هم پیوند بخوره به اعتراضها و اعتصابات سراسری و اعتراضات سراسری توامان رو داشته.